سلام امیدوارم که خوب باشید من آرام همینجا کوکتل تیوی امروز اومدیم با یک رپ دیگه میخوایم راجع به یه سری داستان ها صحبت کنیم این رپ با همه رپ متفاوته چرا آقا داشتیم مصاحبه ادیت میکردیم اون کارا یه سری مصاحبه دیگر رو میکردیم یهو دیدیم انقدر ویس و این و اون درگیر شد سوء تفاهم شد آشی کردم فلان و این داستان ها این وسط یه سری سوء تفاهم پیش اومده بود یه سری درگیری ها بود یه سری وایس پاک شده بود که خود آرتیستا خواسته اینا نشر داده نشن برای همین اونها رو نشر نمیدیم راجبشون صحبت نمی کنیم اما راجب به یه سری داستان دیگه با هم خیلی روک و راست اینجا میخوایم صحبت کنیم اول از همه که آقا تتلو اول اومد یک کامیونیتی پوستی توی یوتیوبش گذاشت و یه سوء تفاهمی پیش آورد با بچهای زدبازی بچهای زدبازی هم یه کوچولو حالا سهراب امجی که یه پست گذاشته بود بعدن گفت هر کی فهم کنه این با تتلو مغزش مشکل داره و از این حرفا یه دکتر بره و از این ها ویلسون هم یه ذره به تنز یه سری چیزا رو داشت میگفت بعدن که فهمیدن سوء تفاهمه امیر تتلو اومد گفتش که آقا هیچ کس و ویلسون و جی کسایی که به من یاد دادن رب کنم و خیلی اینا رو دوست دارم و از این داستان ها راجع بهشون صحبت کرد حتی توهی هم اومد راجع به امیر تتلو صحبت کرد و اصلا یه عشق و حال این وسط بود یه دوستانه با هم داشت حرفی زدن خیلی باحال بود هم امیر تتلو عشق داد به بچه زدبازی زد بازی هم بچه عشق دادن به امیر تتلو و این داستان اینجا خاتمه پیدا کرد که خیلی داستان خوبیه انقدر این چند وقته که اصلا چند بی خیال 20 سال رپ فارسی انقدر درگیری بوده دیگه وقت اتحادیه بزرگ که برای رپ خوب باشه نه برای ساید و جنای هرکی به صورت تکی و دم همشون گرم و اصلا این حرفی که امیر تتالی یوهو بیاد بزنه به هر حال امیر تتالی یکی از بزرگترین آرتیست ها ایران و پرطرفدارترینای های وقتی میاد این حرف انقدر روک و راست میگه خبر شخصیت بزرگش میده که دمش به شدت گرم خلاصه این داستانم چمجور شده با هم آشتیان الان و حالشون خوبه دیگه و احتمالی که پروژه های زیادی هم بیاد هست که با سرپ فارسی میتونه خیلی خوب باشه صد درصد پروژه های خفنی میتونه بیاد از این همه استعداد در کنار هم اما یه داستان دیگه که بود پیشرو و ساملیستان هم یه سری بحث و جدلشون شد که یه ذره به صورت داشت میرفت به صورت صلح یه صورت تفاهم بینشون پیش اومد یه سری وایسا رضا پیشو گذاشت پاک کرد بعد خواهش کرد که پخش نشه تعداد وایسا هم خیلی زیاد بود بخوام راجعش حرف بزنیم اصلا 50 تا برنامه میشه اما داستان جالبی که بود یه کوچولو بینشون داستان ها خیلی عجیب غریب نشد چرا؟ چون ساملیسون اومد گفت من برای رضا پیش رو نسبت به بقیه رقیبامون بیشتر ارزش قائلم و برای رضا پیش ارزش هم و از این داستان ها که دمشکر اومد این حرف رو زد و یه نیمچه اتحادی میشه گفت پیششون یعنی شکل گرفته ممکنه سری اتفاقا بیفته سیناب هم اومد و تو دیسی که به پایدار داد طرف سامون ویلسون رو گرفت و این نشون میده که حالا چه از طرف سیناب چه از طرف پیش روی سری داستانه اتفاق افتاد راجب سیناب و حالا داستانی که داریم میخوایم آخر برنامه صحبت کنیم یه داستان دیگه که این وسط بود حالا ریتم برنامه یکم خیلی تنده میخوام فقط راجب اینو صحبت کنیم چون احتمالا یا دیدید یا نمیخوام منم میدونی اگه مثلا ویسی چیزی بوده دوباره بخواد الان که این پیش اومده که در کنار هم خوب باشن چرا بیایم مثل کارار بکنیم حالا از این داستان یه داستان دیگه ای که بود الان یادم رفته داستان آها اینو میخواستم بگم زمانی که این اتحاد داشت شکل می خیلی از طرف داره گرفته بودن و پیشرو که آقا چرا میخوای بیای ایران مثلا اینا اصلا چرا داری میچسی اینا که خیلی پیشرو عصبی اونو کرده بود خطاب به اون دوستان عزیزی که اومدن این کارو کردن آقا تو رپ فارسی داره یه اتحادی شکل میگیره که میتونه برای دو طرف خیلی سود داشته باشه چرا باید با این مخالفت کنید چرا بعد به اون آرتिस्टتون که داره به هر یه راهی پیدا میکنه که صلح را اندازه و اینا این حسای بد و انرژی منفی و میدید و اصابش رو خورد میکنید و هر چیزی آرتیستتون شما حمایت هم کنید مگه اینکه دیگه داشت خب خیلی اشتباه میزدین. مثلا یه زمان یه آرتیستی میره توی راه های بعدی میافته و فلان و بهمان اینا اونجا آدم میره محترمانه میگه مثلا فلان ایرات رو گم کردی از این حرف نه این که بیای مثلا اینجوری کنی بخوای همچین اتحادی به هم بزنی که رزا خیلی سر این داستان عصبی شده بود و این داستان ها اما از این که دوباره بگذریم سامان ویلسون یهو اومد تو تلگرام یه حرف باحال زد گفت که اصلا از این بعد قرار اوضاع فرق کنه و معذرت خواهی کرد نسبت به حرفایی که به خیلی ها زده بود و گفتش که آقا من چهار پنج شخصیت دارم یکیش خیلی دار که یکی فلان یکی بیساری یکی هم خیلی منطقی و این داستان ها و به آلبوم بزرگ و اینا صحبت کرد که گفت اون تایم من خیلی روتینم درست بود و ورزش میکردم و فلان و اینها و به زندگی خوب حرف زد و این داستان ها و معذرت خواهی کرد از همه که این یه خبر بزرگ و جالبیه که شاید خیلی اتحادهای دیگر هم شکل بده اگه بقیه سایدا هم میخوان بیخیال شن و کنار بیان با این داستان از این مسئله هم که بگذریم پارسالیب هم اشخایی کرد از علی رزا جی جی و این نکته خیلی جالبه یه سری بلوغ با حال تو داریم میبینیم الان که همه یوتیوب خوبه همه اسپاتیفای خوبه همکاریشون با هم خیلی سودآور میتونه برای دو طرف باشه پس چه بهتر که همکاری کنن پارسالی هم توی لایوی که داشت اومد که گفت به رفاقتی با پوبون داشتیم و یه ذره بچگی و اینها من حالا با جی جی سری داستانه ایجاد شد و اینا اوکی بودیم و داشتیم با هم مثلا می رفتیم برای کار این حرفو و گفت باید اسخای کنم از علیزو جی جی و این داستان شکل گرفت که جالبه حالا واکنش خاصی علیزو جی جی نداد اما از این بحث اتحاد ترکیه بگذریم یه سری داستانا باز داشتیم اشکان فدایی اومد یه توییت خیلی غیر منتظره زد گفت آقا کل رپ فارسی طرف من یه طرف فلان هم, هم نمیتونید بخورید که کوروش اومد اینو ریتوییت کرد کوروش فانتونز و گفتش که ولی تو هر وقت میتونی نوشه جان کنی و الان میشه گفتش که تقریبا همه فار، رپ فارسی یه طرفن یه طرفه همونطور که پیش کرده بودم تقریبا دو سال پیش توی یکی از رپ حواشیا بعد از این بود که آهنگ ترانه علی دوسی از علی قاف اومده بود و رضا پیشرا اومد یک سری تو تلگرامش حرفا رو به فدایی زد خیلی تند و داغ و این حرفا و پاک کرد که اونا رو منتشر نمی کنیم چون پاک شدن و اینا هم ساید خودش هم نشون داد که مخالف فدایی هست علی اوچ هم اومد دیس کرد و به صورت حالا 4 5 دقیقه‌ای به قول خودش اومد و یه متن خون برای فدایی و حتی استوری زد نوشت سروش بیا توله تو جمع کن تا کار دستشون ندادم آره اینم اون داستان بود که راجبی صحبت کردیم و بعد ببینیم که ملتفت الان چون تقریبا خیلی کم افرادی هستن که بخوام پشت ملتفت در میان. حالا بچه های چیری که یه سری مشکلاتو دارن به خود فدایی و حالا یه سری داستان های دیگه هست بعد ببینیم چه اتفاقی میفته اما از این مسئله که بگذریم یه اتفاق عجیب داشتیم که به نظر من سیاست پشتش خیلی بال نبود چرا برای اینکه یه یهو اومد گفتش که آقا انقدر مثلا من هر طرف میگیرم رپ ندید به پیشرو یا پیشرو هر کاری میکنه ندید به هم من منیجر پیشرو نیستم حالا کار ما هم زیاد خواهم اما منیجرش نیستم و فلان این داستان ها یه جورایی گفت آقا دیگه قرار نیست به عنوان منیجر کار کنم منو به عنوان منیجر پیش رو نشناسین این خودش جالبه چرا چون وقتی مصاحبه کرده بودیم با خود سینا یه سال و پیش سینا وقتی من همین سوال ازش پرسیدم که گفت اد گفتم اذیتت نمیکنه اینکه بگی آقا نه این که بگی اینکه بهت میگن منیجر پیش بیشتر به عنوان منیجر پیش میشناسنت اذیتت نمیکنه که گفت نه من یعنی پاف ددی و الان که اوزا فرق کرده سیاسته بر چی گفتم ضعیف فود چرا چون اینجوری خودش رو از پیش رو یه جوری جدا کرد و اومد دیسترکی رو داد به ارفان جیدال و کلن بکس پایدار حالا توی ویساش یه سری حرف میزد که این خیلی جای بحث داره توی ویساش اومد گفت آقا این ایمان چند سالشه با من بد حرف میزنه به من احترام بذار و این یه چیز عجیب اصلا سیناب جان شما اگه انتظار احترام داری بعد احترام بذاری تو همین 6 7 ماه پیش شما بی احترامی کردی خیلی تو وایس بی احترامی کردی به سام ویلسون و ام جی تو حالا دیسایی که دادی و همچنین به ارفان تو همین دیس سرکت و به سن و احترام حرف زنی ارفان و سهراب نفری فکر کنم 10 11 سال ازت بزرگترن اما ایمان شاید دو سه سال ازت کوچیک‌تر باشه و اگه بخوای احترام ببینی خب بعد احترام بذاری صحبت دیگه ای که هست اصلا چرا این داستان شک گرفته یه سری وایس کشه بود راجع به ایمان و حالا داستانش چی بوده برای آدرنالین ایمان رو میخواستن بیارن به نظر میاد مبلغی که به ایمان پیشنهاد داده بودن کم بوده و ایمانمون گفته بود آقا من اندازه بقیه میخوام و, بقیه میخوام. و, بقیه میخوام. و, بقیه میخوام. و این مبلغ رو سینا گفته نه مثلا چه خبره و اینها و پارسالی پجاش آوردن این داستانم که بذاریم کنار زمانی هم که دیسترکشون منتشر یعنی آهنگ فکر کنم آدرنالین اینترو بود که اومد دیس بود به خلسه و جدال گفت من نمیدونم این داستان هست و پستی نذاشته بود از این آلبوم و گفته بود اگه پست رو میخوای هزار تا بیشتر واسه من بزنی چون من نمیدونستم تو این ترک این اتفاق افتاده و دیس شده خلسه که حالا رابطه نزدیکی داشتن قبلا خلسه و جیدال که بعد از این فکر کنم رابطه شکراب شد چون تو دیسی که داد خلسه اومد یه سری حرفا رو به جیدال هم زد سر این داستان اومد این دیس داد و این شکل گرفت یه کچولی فهم کنم سیناب داره یه سری کار عجیب غریب انجام میده چون مثلا وایس زیاد به هم نمیخورد یه ذره کاراش این چند وقته هم حالا نسبت به آلبوم ها نسبت به اینکه حالا ویدیوش میاد صحبت میکنه مثلا راجب به خریدایی که از آلبوم پرواز کرده بودیم راجع به همین هودیش یک سالیم به دستمون نرسید بعد یک سال رسید نمیدونم این وایس هم که سیناپ میاد میذاره من کلی کار کردم من کلی آلبوم دادم فلان و اینا راجع به این جا داره صحبت کنم آرتیست که نباید سر مخاطبش بیاد منت بذاره داستانی که از آقا شما کار رو دوست داشتی از بغلش حالا پولی در می آوردی هر چیز این کار انجام دادی حالا این کار ممکنه کسی گوش میده حال نکنه بگه آقا دوست نداشتم مثل انتقاداتی که راجب آلبوم آدرنالین بود که تقریبا شده بود وریوس آرتیست که سیناب تو همه وریوس آرتیست سعی می‌کرد برش گفت نبود شده بود آلبوم سیناب تو همه ترکا بود انتقاد بود و نمیدونم چرا این انتقادا رو اکثرا نمیتونه قبول کنه شخصیت انتقاد پذیری به نظر میاد نیست سر داستانمون به هر حال چیزی هم که با فیمس هاجی بود که میگفت یه سری اشکال پیش اومده بود چرا شما میگید مثلا تو ویسش گفته بود من شنیدم عرفان گفته حق با فیمس منم اونجا بودم با خودتم صحبت کردم آقای سیناب حق با فیمس بود و هست چرا چون حرفی که شما داری میزنی رقمایی که داری میگی حرفایی که زدی واسه کانترکت اصلا به هم نمیخون من به عنوان شاید اونجا بودم هیچ حرفی نزدم این چند وقته برای اینکه خواستم ببینم چه جوری پیش میره سعی کردم دی سرک فیمس رو کنسل کنیم پوله مقدارش برگرده اینا نشد آقای سینا من بغل خود نشسته بودم شما گفتی که خودت به من گفتی که آقا من چی از وجدان گرفتم این کار کردم و اصلا این کار شما یه پولی رو گرفتی واسه یه کار دیگه و اون کار رو انجام ندادی خلاصه صحبت هایی که میکن. حالا رقمایی که میگه هزینه کار با من و اینا حالا شاید مخاطبا بیرون داستان باشن ندونن ولی خب یکی مثل من که میدونه آقا رقما چه جوریه کی چقدر میگیره میکس و مستر چقدره تکس چقدره و اینا خلاصه نمیدونم سیناب به نظرم خیلی داره یه سری کار عجیب غریب میکنه و بعضی جاها حتی اشتباه میزنه اینجا بعد این نقدار رو ازش بکنیم چون به هر حال قرار بوده ما همیشه بی طرف بمونیم و باشیم یه مدتم هم صحبت نکردم اینا واقعا داستانشون حل میشه اما نشد و حس می کنم سینا یه کوچولو بعد به خودش بیاد یه سری اشتباه خیلی حق به جانب نه نقدار رو قبول میکنه یعنی یه جوریه که اصلا من کار اشتباهی نکردم همیشه این جوریه و نه خب بعضی جا اشتباه میشه و میکنی بعد قبولش کنی و این کاری هم که کاری چون به حال طرف هزینه داده ترکش تو آلبوم باشه شما با آرتیستایی که تو آلبوم بودن نگفتید و آرتیستا ناراحت شدن حقم دارن ناراحت بشن برای اینکه بعد بدونن در کنار کی تو آلبوم هستن دارن به کی اعتبار میدن شما اینو نگفتی به هر حال این اتفاقا شک گرفت حالا که بماند خیلی هم بعدش اصلا حرکات فیمساجی درست نبود که حالا این مصاحبه کنی تو مصاحبه بی احترام کنی اینا اینا درست نبود اما به هر صورت بگذریم از این داستان فکر می کنم سیناب یه کوچولو بعد مغزشو رو جمع کنه یه کوچولو کاراشو کم کنه چون فشار کار واقعا پرکاره یعنی واقعا دمش خیلی پرکاره این همه آلبوم و فلان و منیجمنت و اینا سخته ولی آقا کار کم ولی بازخورده بهتر به موقع نه اینکه برای مثال یکی من میام هودی رضا پیشرو رو میخرم آلبوم پرواز یک سال بعد به دست من نمیرسه و من خودم بعد برم استانبول اینو بگیرم یعنی اصلا <تص> نمیدونم اصلا با عقل جور در نمیاد یا نمونه کاری که شما با کانال های ریاکشن کردید که همشون میتونن اینجا شهادت بدن یعنی صحبت کنن راجبش شما یه زمان اومدی پرشن رپ زدی به من و به بقیه بچه ها گفتی بیاید ویدیو بسازید 50 درصد درآمد نمیدونم 70 درصد درآمد به شما میدیم در حالی که اون پیج اصلا درآمدی نداشت خب من از روز اول کار نکردم و نخواستم که کار کنم قول میدادم ولی کار نمیکردم چرا چون میدونستم درآمد نداره اما یه سری بچه‌ها اومدن بعضی حتی, حتی تا یک سال کار کردن و چیزی نصیبشون نشد و خیلی هاشون هم این داستان صحبت نکردن و اینها قشنگ نیست میدونی اینها یه جورایی حالا بماند دیگه خلاصه این از این و این نقدی بود که از سیناب دارم به خودش هم یه سری سار رو در رو گفتیم صحبت کردیم اما نمیدونم دیگه توی پاپلیک کلن چرا این اتفاق میفته خلاصه دم همه گرم امیدواریم که اتحاده بهتر شکل بگیره بیشتر شکل بگیره و این داستانه بهتر و درست تری بشه و امیدواریم ام سینا هم از این داستان ناراحت نشه چون حرفایی که واقعا حق قرار باشه من بی‌طرف باشم بعد حرفا رو بزنم و نمیشه که بدونم و راجبش حرف نزنم و این اتفاقا پشت صحنه بیفته و حالا یه سری داستانا و این حرفا یه کوچولو سینا جان کارو کمتر کن ولی ای ترش کن من حالا کسی هم که خودم تریبون دارم یک سال بعد هودی رسیده دستم که خب چون وقتی میدونی یکی تریبون داره تو خبر میگه شاید بیشتر هم حواشی داری که اونو برسونی دستش دیگه عملا شاید دست خیلی های دیگه هم نرسیده و صداشون به جایی نمیرسه من نمیدونم اینو و خیلی این حرکت ضعیفیه که ضعیف هم اصلا یعنی مق... پولی هم که واسه این هودی ها بود اصلا ارزون نبود 250 دلار بود و یک سال بگذره و ما خودمون بریم بگیریم این اصلا یه حرکت عجیب غریبیه و خلاصه آقا این از این شما هم نظراتتون رو بنویسید تو به هر حال دیسکریپشن توی کامنت ها. و ببینیم که نظرتون چه امیدواریم یه اتحاد بزرگ تو رب فارسی شکل بگیری که یه سری کارهای باحال و به سمت بین المللی شدن اینجوری با اتحاد و همکاری میریم چون به حال یه دست هیچ وقت صدا نداره و چند دست کنار هم به شدت صداش بیشتره دمتون گرم امیدوارم که حالتون همشه توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سیوسون